35 34 یا 35 نهاد رو من در آوردم که اینها کارشون فرهنگیه، یعنی کارشون همین چیزی که ایشون میگه برای حجاب و عفاف و اینا تو جامعه کار بکنن. بوجاشون رو همه رو در آوردم. اولی صدا و سیما هستش که نزدیک 1000 میلیارد تومان بودجشه. دومی بسیج هستش هلوهوش 1000 میلیارد تومان. سومی وزارت ارشاد هستش یه چیزی حدود 700 میلیارد تومان. بعد اینا رو احصا کردم تا رسیده به 34 و 5. 34 و 5 دیگه 5 میلیارد تومان و 3 میلیارد تومان و اینا هستن. سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد نمیدونم فلان، جامعه مدرسین، همه رو در آوردم. بنیاد المهدی، بنیاد نمیدونم فلان، چون چیز مخفی که نیستش که اگه شما بخواهی میتونید در بیارید. مثلا تعداد تانک چیفتر نیستش که مثلا محرمانه باشه. خیلی جالبه، رقمش رسیده به نزدیک 6000 میلیارد تومان. یعنی ما 6000 میلیارد تومان از بودجه سالیانمون رو، حالا پول نفت مالیات، داریم صرف حجاب و عفاف میکنیم. درست شد؟ خدا میدونید چی تأسف آوره و گریه آوره؟ این هستش که ما 6000 میلیارد تومان داریم به شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد جامعه تل نمیدونم فلان، طلاب خارجی، طلاب ایرانی، طلاب ساکن مشهد، زنان طلاب، یه چیز حدود 200 میلیارد تومان فقط مال چیز هستش، خانومایی که مثلا تو قوم دارن درس دینی و نمیدونم این چیزها میخونن. من اگه بهتون بگم که اون وقت بودجه سالیانه همین 94 مال محیط زیستمون چقدره، یعنی من فکر میکنم اگه این تاق اون سرمون خراب بشه حق بشه. بودجه سالیانه کل محیط زیست هم از بودجه جاریش و بودجه کل بودجهش 174 میلیارد تومنه. یعنی با این 174 میلیارد تومن خانم ابتکار باید هم پرسنل سازمان محیط زیست رو چه در تهران چه در شهرستان ها باید مواجبشون رو بده، ریزگردهایی که از عراق و عربستان میان هم باید جلوشون رو بگیره، جلوی خوش شدن دریاچه ارومیه هم بگیره، جلوی اینکه طالاب انزلی شده لجنزار جلوی اونم بگیره، پس فردا که هوای تهران سرد میشه دو مرتبه اینورژن میشه و جلوی اینم بگیره. در این حال من نمیدونم که ما چند صد یا چند هزار فروند هلیکوپتر نظامی داریم، نمیدونم، ولی یه چیزی رو میدونم که محیط زیست استان گیلان یه فروند هلیکوپتر آپاش نداره که وقتی جنگل آتیش میگیرن اون هلیکوپتر آپاش بلند شه بره خاموشش بکنه، با بیل و شن و نمیدونم اینا چیز میکنن. قطعا اون 6000 میلیارد تومان ضرورت داشته که عفاف و حجاب حفظ بشه. قطعا محیط زیست خیلی ارزش نداره و اگه از بینم بره خیلی مهم نیستش. مهم حجاب و عفاف و هستش که باید براش این پول بیاد خرج بشه. منتها میدونید همه اینا رو آدم میتونه تحمل بکنه، همه اینا رو آدم میتونه تحمل بکنه. یک بار من ندیدم انصار حزب الله وقتی برای حجاب و عفاف خونش به جوش میاد بره جلوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بگه 55 میلیارد تومان در پولتونه در سال چیکار کردید؟ این باید وضع حجاب و عفاف باشه. نزدیک 400 میلیارد تومان، یعنی دو برابر سه برابر کل بودجه محیط زیست سازمان تبلیغات اسلامیه.
یک بار ندیدم ایشون و رفقاشون جمعشن برن جلو سازمان تبلیغات اسلامی بگن این وضع حجاب، این باید باشه وضع حجاب. بودجه حوزه علمیه قم یه چیزی حدود 600-700 میلیارد تومانه. یک بار ندیدم این و ایشون و رفقاشون جمعشن برن جلوی اون اداره بگن که این باید وضع حجاب باشه. ولی ماشاءالله علت دوام پلاسن جلوی وزارت کشور. علت دوام چرا؟ چون فقط و فقط از کل این 6000 میلیارد تومان 700 میلیارد تومانش مال ارشاده. مرتب منظم جلوش تظاهرات، جلوش راهپیماییه که نمیتونم قبول کنم که عرق دینی دارم. نمیتونم. اگه یک بار جلوی شورای عالی انقلاب فرهنگی رفته بودن تظاهرات کرده بودن، اگه یه بار جلوی سازمان تبلیغات اسلامی نمیدونم ادارهشون دفترشون کجاست رفته بودن تظاهرات کرده بودن، آروم و محترمانه میتونستم بگم آره عرق دینی داریم، آره عرق دینیه شما رو کشونده. اگه یک بار در 8 سال احمدی نژاد برای حجاب تظاهرات کرده بودن میگفتم آره آقای الله کرم عرق دینیه. چجوری از من میخواین قبول کنم که رو پیشونی من نوشته ابله، رو پیشونی من نوشته کور، رو پیشونی من نوشته احمق، رو پیشونی من چی نوشته که شما از من انتظار دارین من ادعای انصار حزب الله رو قبول بکنم که اینا دردشون درد دینه، که اینا دردشون درد حجاب و عفاف هستش؟ نه، دردشون سیاسی هستش. منتها اینقدر مرام ندارن که موضع گیری سیاسیشون رو شفاف بکنن.